برادرای عزیز، ما بار بار یک قضیه را عرض کردیم که پروردگار عظیم این نظام را به عدل آفریده است و به عدل نگاهش میکند. اتو توضیح داده بودم که پروردگار ما نظام را به عدل آفرید، یعنی به این معنا که هر چیز در جای خودش مقبول گذاشته شده و زیبا تنظیم شده. اگر خواسته باشیم که شما در این نظام خلای را جستجو بکنین، خرابی را جستجو بکنین، هر قدر فکر بکنین تثبیت نخواهد دانستین. رب ما هم در رابطه به ایتو می فرماید که فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. در این نظام یک بار چشم خود را بیانداز و بار دیگر در این نظام چشمت را بیانداز، کدام خلایی را پیدا نخواهی کرد. اگر به خاطر پیدا کردن خلا در این نظام سعی بکنی و بار ببینی، چشمهایت خسته شده پس بر میگردد و جای خرابی را پیدا نخواهد کردی. پس عدل در تکوین گذاشتن شی در محلش است. شب و روز مقبول است، بهار و زمستان مقبول است، آفرینش هر پرنده، هر زیروه، هر میوه، هر درخت بسیار مقبول است. یعنی ما نمیتونیم که یک انگور را بگیریم سرزو تحلیل بکنیم باز بگم که اگر این تو شود خوب است، بلکه زیباییش بسیار زیباست. دو، وقتی که نظام به عدل آفریده شد پس تخریب مد نشود و این نظام نباید از هم بریزد. خب چه وقت نظام از هم میریزد؟ انگامی که این نظام در خدمت مخلوق قرار نگیرد. در خدمت مخلوق چطور قرار نمیگیرد؟ یعنی شب و روز و آفتاب و مهتاب و میوه ها و این کلش به خاطر ما شما هست. به خاطر ما شما، به خاطر است که ما شما با استفاده از این نظام و از امکاناتی که خدا در اینجا گذاشته زندگی داشته باشیم، که این زندگی هم در پی خود یک مسئولیت دارد، زندگی با بندگی. ارگاه زندگی توأم با بندگی شد، بقای از این نظام به خیر ما می شود. ارگاه ما در این دنیا زندگی بکنیم ولی بندگی نداشته باشیم، بعد جایگاه ما در حضیض حیوانیت می رود. باز فرق ما و فرق یک حیوان دیگری، چه حیوان مفترس بوده باشد و چه حیوانات مأکول اللحم باشد، باز یکسانه. فرق ما و فرق اسب و فرق ما و فرق مرکب و فرق ما و فرق یک حیوان دیگری نمی شود. پس مادامی که انسان با استفاده از امکاناتی که در این کائنات است به معرفت رب العالمین دست پیدا بکند و به قربش همت بگمارد، زندگی معنا پیدا می کند. این انسان اشرف می شود، عزیز می شود، بزرگ می شود. روی اساس است که ولی چی باید بکنی که تو پروردگارت را بشناسی و به پروردگارت نزدیک شوی. خداوند متعال در مقطعی هر بشر پیغمبر را برش فرستاده. پیغمبر آمده راه های شناخت و راه های تقرب به خدا و زندگی به خاطر خدا ای را به ما شما تعلیم داده. این پیغمبر را از این خاطر آمده که به ما ای را نشان بده چطور میتونی به خدا نزدیک شوی، چطور میتونی با خودت انس بگیری، چطور میتونی با مخلوق خدا زندگی مقبول داشته باشی و در امن داشته باشی.
کل قضیه در امی میچرخد. پس هر وقت که ما خوب زندگی با خود کردیم، با پروردگار ما کردیم و با مخلوق خدا کردیم، زندگی معنا پیدا میکند. زندگی که معنا پیدا کرد، انسان با شخصیت میشود و انسانهای با شخصیت زود گم نمیشود، زود گم نمیشود، چون شناخته میشود. هم در دنیا شناخته میشود، مخلوقات او را مشناسه، انسانها او را مشناسه، و هم در آسمانها شناخته میشود. پس انسانانی که با خدا زندگی کردن، همانند پیغمبران خدا، صحابه، تابعین، تبع تابعین، اولیای خدا، صدها سال از رحلتشان میگذره، ولی چون الله را شناختن و خود را شناختن و مردم را شناختن، به اساس از این معرفت اونها حذف نمیشون، بلکه اونها بقا دارن و سالها از حیاتش، از وفاتش میگذرد. حالی هم نامش بگیری از ما شما زنده کده، اونها معروفترند. ما در اینجا نشستیم، یک دیگر را خوب نمیشناسیم، ولی اگر پرسان بکنیم که امام شافعی کیست، کلتان میشناسیم. امام ابو حنیفه کیست، کلتان میشناسیم. پس آلی فکر بکنین که اونا صدها سال پیش گذشتن، آلی هم ما میشناسیم، و ما که زنده هستیم در اینجا یک دیگر را خوب نمیشناسیم. اگر پرسان بکنیم در پهلویت کی است، نمیفهمیم. خب چرا اونها تانستن یک دیگر را بشناسند؟ بخاطر که خدا را شناختن. اونها چرا تانستن که شناخته شوند؟ بخاطر که خدا شناختن. خدا چی گونه شناختن؟ بنده خدا هستند. و بنده خدا باید دارای صفات بزرگ باشد. صادق باید باشد. عفیف باید باشد. صبور باید باشد. حلیم باید باشد. متواضع باید باشد. پس این صفات مقبول که در هر کس جمع شود، انسان از خودش خوشش می آید، از خودش خوشش می آید. این صفات خوب که در هر کس جمع شد، مردم هم او را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد. پس در خدا که تو را شناخت و خودت خود را شناختی و مخلوق تو را شناخت، پس چیزی که کسی او را بشناسد گم نمی شود، گم نمی شود. پس پیغمبرای خدا آمدن بر ما، خود ما را بر خود ما معرفی میکند، رب ما را به ما معرفی میکند و مخلوق خدا را به ما معرفی میکند. اینی معرفتی که پیغمبرای خدا به ما داشتند، این را شریعت میگه، این را شریعت میگه. پس عدل به معنای تکوین، گذاشتن شی در محل شد. عدل به معنای تشریع و قانون، سپردن حق به ذی حق است از آسانترین رایی که ممکن است. یعنی در قانون و در تشریع حق چطور تعریف میکنیم؟ میگن سپردن حق به ذی حق. خب چه رقم تسلیمش میکنی؟ از آسانترین رایی که ممکن باشد. حالا اسلام دین عدل است و کل قضیه را سرزمین میچرخاند. اسلام دین عدل است، یعنی حقوق همه مخلوق را میدهد، حقوق خالق را میدهد، با شکلی میدهد که سبب بدبختی تو نمیشود، بلکه در سپردن حق به ذی حق تو عزیز و عزیزتر میشوی، از خوب کده خوبتر می شوی. در نتیجه ای که تو حق را بسپاری، چی فایده به تو بر می گردد؟ به تو این فایده بر می گردد که مطمئن می شی. انگامی که مطمئن شدی، نعمتی که برات الله متعال در دنیا عطا کرده است، از او آسان و خوب و زیبا و با مزه و با لذت استفاده می کنی. دقیق شده؟ یعنی انگامی که ما حقوق را بسپاریم، نتیجه چی می شود؟ نتیجه چی می شود؟ که ما در امن می باشیم، خدا سر ما کار نمی کند.
دنیای بشریت سر ما کار نمی کند. از کشمکش و از کشتن و از بی امنیتی خلاص میشیم. پس وقتی که در امن بوده باشی دروازه تخلاص میکنی، دزد نمی آید. هنگامی که در را میری مطمئن را میری، بی جنجال را میری. از این خاطر است یک بحث است در علما. جمهور علما قطعی به این باور دارن، میگه عدل حاکم نمی شود، عدل نمیتونی او را تحقق ببخشی تا یک سلطه نباشد، یک سلطه نباشد که او سلطه و او نظام انسانان جاهل را به معرفت بگرداند و انسانانی که میدانند حق را او را به عمل به حق برگرداند. یعنی ما نمیتونیم یک نظام با عدل داشته باشیم تا یک نظام نداشته باشیم، یک حاکم نداشته باشیم، یک مرجع نداشته باشیم که توسط از او حق را به حق بسپاریم. و انسانانی که در چوکات زندگی میکنن اونا میتونن خوبتر و زیباتر و آسان دسترسی به حق پیدا بکنند، دسترسی به عدل و انصاف پیدا بکنند. پس جمع یعنی جمهور علما در کل امین نظریش است که ما به خاطر تحفظ با حق، رسیدن با حق و در زیر حق زندگی کردن ضرورت به یک نظام داریم. نظام نباشد در حقیقت ما نه حق را میتونیم عمل بکنیم و نمیتونیم برسیم و نمیتونیم در زیر چتر حق قرار بگیریم. خب به این بحث‌های بسیار فراوان دیگری هم دارد. یک گروه در مابین مسلمان ها اونا میگن که نه، اصل قضیه عدل است، اصل قضیه عدل است. و عدل چی بود؟ سپردن حق به زی حق از آسان‌ترین راهی که ممکن است. اگر ما جامعه را تربیه بکنیم و انسان‌های فردی در درون خود چنین تربیه شوند که اونا هیچ وقت دست به کار زشت نزند و بی‌عدالتی نزند، میگه ما به یک قدرت حاکم هم ضرورت نداریم. دقیق شدین؟ ما به یک قدرت حاکمه ضرورت نداریم که او بر ما حق تطبیق بکنه یا حق معرفی بکنه و یا حق را نافذ بکند. این گروهی از مسلمان ها به نام خوارج یاد می شود و نظریه فکریشان چنین است که اگر انسان ها به اساس فهم درست بتانند در زیر چتر علم به حق برسن، پس یک قدرت بیرونی برس ضرورت نیست که او را توجیه به حق بکنند. اینا هم بحثای خود را دارن، ولی در اصل یعنی کل مسلمان ها به این نظر هستند که ما به یک قدرت، به یک نظام، به یک کلان، به یک قاعد ضرورت داریم که در معرفی حق، در تطبیق حق، در سپردن حق برای مستحقش عمل بکند و کار بکند. خب حالا کل شریعت در حقیقت عدل است، کل شریعت عدل است. عدل دادن حق برای زی حق است. پس برای زی که ما به عدل برسیم، به عدل برسیم، یکی از مبادی رسیدن به عدل مساوات است. یکی از رسیدن و مبادی رسیدن به عدل مساوات است. مثلی که فرق که ما قائل میشیم در نظام سیاسی اسلامی و با دموکراسی که جور نمیاییم این می نقطه است. ما میگیم که مساوات زمینه را مساعد میکنه برای تطبیق عدالت. پس فرق بسیار زیاد در بین عدل و در بین مساوات است. در نظام دموکراسی فرق قائل نمیشن. عدل یعنی مساوات، مساوات یعنی عدل. پس
ما تو میگیم که یک استاد باید در صنف بیاید و درس را باید به همگی القا کنه، بعد کامیابی و ناکامی را به حسب استعداد بکند. عدل چیست که یک کس 100 نمره برد 100 نمره برش داده شود، کس 50 برد 50 داده شود، کس 70 برد 70 داده شود. اسلام عزیز برای رسیدن به حق، رسیدن به عدل، بستر مساوات را هموار می کند، بستر مساوات را هموار می کند. در این بستر مساوات زمینه تنافس را مساعد می کند، زمینه تنافس را مساعد می کند. چه زیبا می فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همتان را از یک مرد و زن آفریدیم، بعد شما را قبیله قبیله و قوم قوم گردانیدیم. این قوم قبیله به خاطر ازی شدن که یک دیگر را بشت مناسین و زمینه تنافس به طرف خیر در ما بینتان تقویت شود. ولی خوب بدانین که بهترین شما متقی ترین شماست، بهترین شما متقی ترین شماست. پس هیچ برتری عرب بر عجم ندارد، هیچ عجمی بر عرب ندارد، هیچ سیاه‌پوستی بر سفید پوست ندارد، هیچ سفید پوستی بر سیاه‌پوست ندارد. همتان اولاد آدم هستین و آدم از خاک آفریده شده است و تقوا ملاک و جایگاهش در قلب است. با این تعبیر پروردگارتان واحد ولا شریک است و پروردگارتان این نظام با عدل را بر شما آفرید. بعد پیغمبری بر شما با کتاب فرستاد که این پیغمبر تمام راه های رسیدن به حق و عدالت را برای شما معرفی کرد. حال هر انسان که در روشنی از این شریعت قدم بگذارد و همت بگمارد، با امو اندازه به عدالت بیشترتر دست پیدا میکند، بیشترتر دست پیدا میکند. از این که جامعه متفاوت است از نظر آگاهی، از نظر تربیتی، پس یک حاکمی باید بوده باشد که او حاکم جامعه انسانی را توجیه به طرف خیر بکند، توجیه به طرف خیر بکند، به طرف خیر تشویقش بکند. دست کسایی که به طرف ظلم دراز می شود دستش را بگیرد. از این خاطر به یک حاکم ضرورت است. حالا این حاکم چی رقم می آید؟ ایتو حاکمی که بتاند نظام عدل را به ما حکم فرما بکند، ما شما را به طرف حق ببرد، دست ظالم را قطع کند، انسانان صالح را تشویق بکنند. این حاکم چطور می شود؟ از آسمان با ما پایین می شود؟ یک نفر امرت غلبه می کند و چوکی می شیند؟ و یا ما در چگونگی رفتن به یک حاکم صالح، به یک حاکم صالح یک سلسله مسئولیت ها داریم نداریم؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام را تربیت کرد، عجیب تربیت هم کرد. شما نمیتونید که در صحابه به من نشان بدین که این اینطور است. همگی را به صفات بلند تربیت کرد. بعد نخواست که یک کسی را کلان تعیین کنم، یعنی این امیر و این مسئولی که به ما عدل را راهنمایی بکند و ما را به طرف عدل فرا بخواند، در عدل ما را نگاه بکند، تشویق به طرف عدل بکند، بستر مساوات را همتو که پهن است او را حفظ بکند، پیغمبر علیه السلام کسی را به ما تعیین نکرد، کسی را تعیین نکرد. چرا تعیین نکرد؟ تا کل ما شما مسئولیت داشته باشیم و کسی که میآید به حسب اراده ما بیاید، به حسب اراده ما بیاید. ولی چرا اراده؟
انگامی که اراده نباشد، اصل دوم رسیدن به عدل که حریت است، اگر او نباشد مساوات نمیاد و انسان قانع نمی باشد به مساوات. پس اصل حریت ای دوم اساس است در نظام که پروردگار عظیم توسط رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما ای را تعلیم داده است. پس یکی مساوات شد که هم ما شما رول خود را داشته باشیم در تعیین زعیم خودمان. دو، در این تعیین هم ما شما باید آزاد باشیم، آزادی باید باشد، کسی ما را تهدید به مالم نکند، تهدید به جاهم نکند، تهدید به قتلم نکند، به هیچ چیز ما را تهدید نکند. پس امی خاطر بود که ما تو میتونیم که از مساوات و از حریت، از مساوات و از حریت درست استفاده بکنیم تا بتانیم به یک نظام عادل دست پیدا بکنیم. اصل سوم را خداوند متعال مطرح میکند که و امرهم شورا بینهم. سبحان الله، میبینید چه ارتباط های عمیقی است در این قضیه. شما وقتی میتونین برسین به یک زعیمی که بتاند شما را سوق به طرف خیر بکند که امورتان را به اساس شورا پیش ببرین. بعد ببینین که به شورا که امور پیش برده می شود، باز برای تشویق قضیه رب ما یک سوره را به نام سوره شورا معرفی می کند. یعنی هر بار که تو قرآن خلاص می کنی، تو باید با این سوره روبرو شوی و در ذهنت باید بگیری که قضیه از قضایای اساسی است، قضیه عادی نیست. و امرهم شورا بینهم، از صفت ازیجیلی که در روشنی کتاب و سنت تربیه شدن، یکی امی است که امورش به اساس شورا پیش می رود، به اساس شورا پیش می رود. خب، پس ما چند چیز را پیدا کردیم؟ سه چیز: یکی مساوات، یکی حریت و آزادی، و یکی هم شورا. پس نظام اسلامی سریسی پایه ایستاده است: آزادی، مساوات و شورا. ارگاه یرسی یک جا شود، زعیم را در چوکات قرار می دهد، زعیم را در چوکات قرار می دهد، کلان و امام و رهبر ما طوری که خودش خواسته باشد، طوری که خودش خواسته باشد نمیتواند که عمل بکند، این کار کرده نمیتواند. چرا؟ مساوات. هیچ وقت نمیتواند امیر و کلان و زعیم ما قوم خود را نزدیک بکند و دیگران را کنار بکشد. اگر چنین کاری کرد، ای زعیم از معیار عدالت بیرون شده و زمینه سقوط و عزل خود را در حقیقت معرفی می کند، زیرا مساوات نکرده است. حالا دو، ما باید ایتو یک نظام را زعیم آماده بکند که زبان کسی را پلستر کسی نکند و زمینه اعتراض معقول و هر فرد از افراد از این امت باید داشته باشد، هر فرد از این امت داشته باشد. هیچ کس حق ندارد که زبان کسی را بند بکنه و بگه تو حق نداری صحبت بکنی، اما تو آزادی باید باشد. زیرا اگر نظام بر زبان کسی مهر سکوت بگذارد، نظام می رود به طرف بی‌عدالتی، می رود به طرف بی‌عدالتی. این حالت را رسول علیه السلام، ابوبکر صدیق، حضرت عمر و صحابه به ما عملا نشان داد.
پیغمبر علیه السلام معصوم است. با این کل صفات بزرگی که دارد باز هم در سر منبر شست و برای مردم گفت که من انسان هستم، می شود که یک کلمه از زبانم در حق شما برآمده باشد که او را شما دوست نداشته باشید. اکنون در اختیارتان هستم و می توانید قصاص را در کلمه از پیشم بگیرید. من انسان هستم، شاید از کسی پول گرفته باشم، بنابراین اکنون بیاین پولتان را از پیشم بخواهید. من انسان هستم، می شود کسی را زده باشم، آری بدن ما در خدمت شماست و بیاین قصاصتان را بگیرین و ای در حقیقت دوستی شما با ما است، دوستی شما با ما است، زیرا از محکمه الله متعال می ترسم. بس قصه دراز است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او مبارک خلیفه می شود، باز هم این قضیه را در اولین خطبش ارشاد می کند. از ما بین شما بر بالای شما انتخاب گردیدم، ولی از شما خوب نیست، از شما خوب نیست. پس اگر در ما کجی را دیدین راستم بکنید. یک عسکر می خیزد شمشیرش را از نیام می کشد و می گرد که ابوبکر اگر کج شدی به شمشیر راستت میکنم. حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ الحمدلله که در رعیت ابوبکر کسایی است که اگر ابوبکر کج شود راستش میکند. ایره چی میگه؟ آزادی بیان. ایره میگه حریت. حضرت عمر رضی الله عنه در نماز جمعه که می استاد شد در خطبش گفت که اسمعو، خوب بشنوید و اطاعت از من بکنید. مرد برشخیص که نمشنوم و نه اطاعت میکنم، نمشنوم و نه اطاعت میکنم. حضرت عمر گفت چرا؟ که لباسی تو دراز است و قدت هم دراز است، تکیه که به ما تقسیم کردی لبه ما شوه، تو چرا زیاد گرفتی؟ تو چرا زیاد گرفتی؟ و پسرش گفت که عبدالله بخی و این نفر خانه کن. و او گفت که لباس خود را، تکه خود را به پدرم دادم، هر دوش یک جا شد و این کالا شد. ایره شما چی میگین؟ ایره میگه حریت، ایره میگه آزادی. چقدر بستر را گذاشته بود برای مردمش که اعتراض بکند. یا در نماز جمعه استاد می شود می گوید که ای مردم، شما مهر دخترایتون را بلند کردین و زمینه مساعد شده که جوانا عروسی نکند، از این به بعد مهر 300 درهم شرعی است، کسی زیاد گرفته نمی تونه. کلگی چوب بودن. باز یک دختر خیست گفت که امیر المؤمنین، پروردگار برای ما گفته که مهر را تو تعیین میکنی، قنطار گفته و قنطار عدد نامعلوم است، حق انتخاب به ما است که ما چقدر مهر خود را تعیین میکنم، نه تو. باز گفت که همه مردم از عمر کده آگاه ترند، خطأ عمر و اصاب الامرأة، عمر خطا کرد و ای دخترک راست گفت. به مردم گفت نماز بخوانن. ایره چی گفتی؟ ایره میگه آزادی. آزادی چی؟ آزادی بیان. بس صحبت بکن. هیچ کس مانی گفتنت نباید باشد. هیچ کس. ارگاه نظامی به نام دین مطرح شود و آزادی مردم را سلب بکند، او نظام دینی نیست، او نظام شرعی نیست، زیرا هیچ کس به رسول علیه السلام نمی رسد
به ابو بکر نمی رسد، به عمر نمی رسد، به عثمان و به علی رضوان الله علیه مجمعین بینا نمی رسد. خب پس ما چه وقت می تانیم یک نظام داشته باشیم؟ انگامی که کلان حکومت زمینه مساوات را مساعد بکند و کلان حکومت زمینه حریت و آزادی را مساعد بکند. حال سوال در اینجاست که پس فرق ما با نظام دموکراسی چی شد؟ اینا خود امیر میگه که مساوات است و اینا هم میگن که آزادی بیان است. اینجا فرقش است. ما در اسلام عزیز ما مساوات به همگی است و حریت به همگی است. این از ستون اساسی نظام سیاسی خود می دانیم. ولی تو یک نظام ما به من نشان داده می تاند که در اوجا امی حریت مقید نباشد، محدد نباشد، معرفی نباشد. پس هر کس آزادی باید داشته باشد، ولی آزادی از این آزادی کسی دیگر را نباید تهدید بکند. دقیق شدن؟ به هر کس باید مساوات باشد، ولی مساوات معنای از این را نمی داد که انارشیزم بیاید. مساواتی بود که دروازه مسجد باز بود و هیچ کس را نگفته بود که احمد داخل شد باز محمود داخل شود. ولی احمد آمد در صف اول ششت، باز امتو محمود آخر نفر میاد، ولی از گردن کسی تیر شده و تیر شده و تیر شده تیر شده ایجا بشینه. اگر بگوی چورت میگه وای مساوات از هر کس که هر جا ششت دیگه، نه مساوات خو است، ولی مساوات تنظیم میشه در یک چارچوب. حریت خو است، حریت چارچوب داره از خود. پس آزادی به معنای از این نیست که کسی را دو بزنی، کسی را تهدید بکنی. و آزادی تو و تعبیر از مساوات تو اصل نظام عدل را واژگون بکند و با چالش بکشد، این کار نباید شود. پس آزادی هم از خود چوکار دارد و مساوات هم از خود چوکار دارد. پس این نمی شود که مرد زن بگویم، زن را مرد بگویم و بگویم هیچ فرقی نیست، هیچ فرقی نیست. نه، فرق وجود دارد، فرق وجود دارد. حالا نقطه اساسی می بود که کلان حکومت باید به اراده مردم که به اساس مساوات و به اساس آزادی باشد، این باید تعیین شود و گماشته شود و تقرر حاصل کند. طوری که در شریعت ما نمونه ها را تقدیم میکند. پیغمبر کسی را تعیین نکرد. بعد حضرت ابوبکر صدیق یک روش دیگر را انتخاب کرد. حضرت عمر روش دیگر را انتخاب کرد. تعدد قضیه به ما داده شد. این تعدد قضیه به ما چی است؟ یعنی مسلمان ها به مقتضای حالشان به ثواب دیدشان، به حسب ظروفشان، با استفاده از وسائل مقبول، انسان عادل و انسان دانشمند و انسانی که بتاند نظام خدا را طوری که شایسته است به مردم تطبیق بکند گماشته شود. پس ایره به ما ای چگونگی تعدد انتخاب در تاریخ اسلامی اصل قضیه به ما می بیدد که ما میتونیم با مطابق ظروف خود روش های گوناگونی را برای تعیین زعیم خود به کار ببریم. و این منسوسی نیست، منسوسی نیست. حالا به این نقطه برسیم که وقتی که ما مساوات نداشته باشیم و حریت نداشته باشیم، ما کلان خود را و زعیم خود را طور شایسته تعیین کرده نمیتونیم. پس انگامی که یک انسان به اساس استبداد بیاید و مساوات را زیر پای بگذارد، این خودش دیکتاتور است، خودش دیکتاتور است.
وقتی که دیکتاتور بوده باشه در تمام قضایا حریت را زیر سوال میگذارد، در همه قضیه. پس به خاطر از این سوم اصل وجود پیدا کرد که امیر و کلان ما امور را به اساس شورا پیش ببرد و شورا در یک زمان، در یک زمان همه فقها اعتقاد و باور داشتند که شورا معلم است. شورا برای امیر چی است؟ معلم است، یعنی خطوط را برش نشان می‌دهد، سه چهار رأی می‌آید و امیر به مقتضای حال یکی از این راه‌ها را انتخاب می‌کند و اختیارش پیش امیر است. انگامی که تقوا ضعیف شد و ما متشتت شدیم، کسایی که ما به دین از او، به علم از او، به امانت از او 100% باور داشته باشیم، متاسفانه چنین افراد در جامعه کم و کمتر شد. فقها علیگه تعبیر میکنه، میگه شورا ملزم است. قبلا شورا چی بود؟ معلم بود. پس چندین رای را شورا میداد، امیر یکی از این را انتخاب میکرد. چرا؟ اوجا امیر طور امیری بود که به مردم اجازه از این را داده بود که از درازی کالایش جواب به مردم بدهد. او امیر امیری بود که بر خود یک چیز خاص را نمیداد. خانم خلیفه رسول علیه السلام یک چند پرا میدهد برای شوهرش که از یک چیز دیگه جور بکنه. گفتی از کجا شد؟ گفت این پولی که تو بر ما میدادی کم 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 جمع کردم اینقدر شد. فورا رفت و برای مسئول خزینه گفت که اینقه از ماش مکم کن. دقیق شدین؟ اینقه از ماش مکم کن. آلی کلانای ما چی است؟ اما تو کارم میکنن؟ هر قدر که چوکی بلند میرود ماش خود بالا تعیین میکند. دقیق شدین؟ بنان چون کلانا او صفات عدل و صفات ترس از خدا و فهم صالح دین و امانتداری و تقوا و ترس خدا اینا در این ها نیستن، بنان فقه ها چی میگه؟ میگه اکنون شورا ملزم است. آله چیزی که مسلمان ها گفت امو کار را باید امیر بکند، نه او کاری که طبیعت خودش میخواهد. پس یک تغییر را در نظام سیاسی و توجیه را میگذارد. پس انگامی که شورا ملزم شد، اهل شورا که باید بوده باشد، ای تویز که دیگر کتعو بوتعو خو نمیتاند که صاحب رأی باشد. صاحب رأی ارکش شده نمیتاند. صاحب رأی باید افراد شایستهی که صفات حمیدیش بیشتر باشد، اهل تخصص باشد، امانتکار باشد، متدین باشد، از این مردم باید در شورا بیاید. جرأت گفتن را داشته باشد، توان استدلال را داشته باشد و به تعبیر فقها بگویم عارف باشد. تجار بیاید، در امور تجارت دستی بلند داشته باشد تا مشوره خوب بدهد. از نظامیا باید سایمان سوای بیاید که بتواند مشوره زیبا بدهد. از علما بیاید، از مشران قوم بیاید که بتانه جرگه را بفهمه، نشست و برخاست را بفهمد. این مردم باید در شورا باشد، در شورا باید این مردم باشد. از این خاطر است که این شورا روشش بحث دیگری بسیار بزرگ است که نمیخوام وارد شوم که چگونه تعیینش میکنیم، راه های گزینش از این افراد چی رقم باید باشد. این نمی شود مگر اینکه مواصفات را باید تسجیل بکنیم. متاسفانه ما در نظام انتخابات خود اصلا برای کسی که وارد شورا شود و مجلس شورا شود فقط یک سن را تعیین کرده، بس تحصیل، علم، عدالت، هیچ صفات دیگری نیست.
پس این مجلس شورای ما به یک مجلس تبدیل میشه که بوتل سر یک دیگر بزند، جنگ بکند، غال مغال بکند. ما باز به این میرسیم عزیزم. پس شورا به تعبیر ما اکنون الزامی است، یعنی هر دستوری که میداد امون نافذ میشود و امیر و کلان و زعیم حکومت و چیزایی که شورا میگد او را تطبیق بکند، او را باید تطبیق بکند. حالا با این کل موضوع بیایم به این مورد که چرا مردم ما نمیخواهند که به طرف انتخابات برود؟ چرا نمیخواهد؟ یک سوال است. چرا نمیخواهد؟ چرا حکومت مجبور شده که گاهی یک وزارت اعلان بکنه که شما برین و چاپلوسی بکند؟ به خاطر که دو چیزی که اساس بود او زیر سوال رفته. او چی بود؟ مساوات و حریت. او از دست داده. پس مردم رفتن به خاطر انتخاب کلانشان و امیرشان، زحمت را قبول کردند، تکلیف را قبول کردند، تهدید را قبول کردند که به یک نظام مسلط بر اوضاع عادل، قوی، کارا دست پیدا بکند. رأی مردم کجا شد؟ رأی مردم گم شد. کسی اعتنا به رأی مردم نکرد، احترام نگذاشت. یک نظامی که نه قانون او را میپذیرد و نه عقل، نه قانون میپذیرد و نه عقل، اما تو یک نظام به ما تقدیم کرد. یعنی مضحکانه است. یکی را میگه شورای وزیران، یکی را میگه کابینه. تعجب آور است. کابینش یکی پیش میبرد، شورای وزیریش دیگهش پیش میبرد. ای که فیصله میکنه او قبولش نمیکنه، او که فیصله میکنه ای قبولش نمیکند. این مردم بیچاره ایران ماند. یک نفر از بیرون آمد دستایش را بلند کرد که برای جورتان آمردم. خیلی مردم چی شدن؟ ای رأی مردم چی شد؟ ای زحمتی که مردم خیلی چی شد؟ ولی اصف شما خاصی مردم بودین دیگه. آل مردم چرا نمی رود به سر رأیه؟ این تهدید که از نظر امنیتی سی کوچک است، این قم مهم نیست. مهم اصل قضیه دیگر است که سر رأی ما چی می شود. این ارزش دارد؟ این را کسی اعتنا می کند؟ این را به این کسی می گوی که بله سر اثر مرتب می شود؟ جواب پیش کل ما شما نیست. وقتی که جواب نبوده باشه پس چطور میتونی که بر خود اجازه زیر میتی که بله اثر مرتب میشود؟ اثر مرتب نمیشود. هر قدر که تشویق بکنیم کلتانیت میگه خوی هرچی که شده دیگه میشود دیگه. ما چی رای پرتم، چی رای پرتم، چی بروم چی نروم. پس با گفتم نظام سیاسی اسلام به سه پایه استوار است. یکی از این پایه‌اش حریت است. ارگاه زیر سوال برود به دو پایه میشه سقوط میکند. بعد سقوطش به معنای چی؟ مردم با حکومت انس نمیداشته باشد، مردم حکومت را با دوست نداشته میباشد، دوستش ندارد، در پهلوی حکومت استاده نمیشود، اوامرش را تطبیق نمیکند، مشوره برش نمیدهد، حمایتش نمیکند. ارگاه که از یک نظام مشوره را گرفتیم، محبت هم رایش نداشته باشیم، تعاون هم رایش نکنیم، این نظام تبدیل میشه به یک نظام دیکتاتور، به یک نظام دیکتاتور و یا سقوط میکند. یکی از این دو حالت میاد، یا دیکتاتور و یا سقوط میکند. نظامی که سقوط میکنه پس چرا مردم در پهلوی ایستاده شد؟ و نظامی که دیکتاتور است چطور مردم را دوست داشته باشد؟ هر دویش به طرف سقوط و به طرف منفی است.
پس ما ایره میگیم که بیاین به این ملت رحم بکنیم و مسئولیت های خود را بپذیریم و مردم در سپردن آزادی که حقشان است و مساوات که حقشان است ایره بر شعطا بکنین، ایره بر شعطا بکنین. ارگا ایره عطا بکنین، مردم با دستف استاده می شود و برای تمثیل ارادهشان و تمثیل همون نظامشان سر صندوق رأی می رود. مدام که دو چیز نباشد، هر قدر تشویق بکنی مردم پشیمان می باشد، در درون خود را می خورد، در درون، و پشیمان هم گاه گاه می شود. این حالت است. چی کاری بکنیم؟ چی کاری بکنیم که ما اصل مساوات را و اصل حریت را به دست بیاریم؟ چی کاری باید بکنیم؟ من به این باور هستم که مادامی که جنگ در افغانستان باشد به هیچ کدامش دست پیدا نمی کنیم، به هیچ کدامش دست پیدا نمی کنیم. پس اولین قضیه برای حسم موضوع ختم جنگ در افغانستان است. مردم باید از جنگ خلاص شود تا در نبود جنگ قدم ها به طرف مساوات بگذارد و به حریت واقعی دست پیدا بکند. مادامی که جنگ بوده باشد، ما هیچ چیز ما از خود ما نمی باشد. چرا؟ انتخابات را بودجش دیگه کس باز می دهد. وقتی که او بودجه را می دهد، او گپم دارد. انگامی که جنگ بوده باشد، ما به طرف آزادی که بتاند تمثیل آرای ما را بکنه به او هم دسترسی پیدا نمی کنیم و مساوات هم نمی باشد، زیرا مشارکت همه مردم در اوجا نیست. ما گفتم یکی از پایه ها مساوات است. پس در جایی که جنگ است اوجا خود انتخابات نمی شود. پس تو انتخابات را در کجا می کنی؟ در جایی که سرک قیر است. پس مردم عامه که در اطراف هستن کجا شدن؟ اونا هیچ خبر نمی شن. که خبر نشدن حقش که تمثیل ارادهش است او به میان نمی آید. که نیامد اونها گوشه می مانند. که گوشه آمد حمایت نمی کند، مشوره نمی دهد و در پهلوی نظام استاده نمی شن. پس نمی تونیم کرچی را قلابی بکنیم. بریم به طرف اول قضیه، قضیه امن افغانستان است که بسیار بر ما مهم است و ایره خواسته فرد ما شماست که در اینجا نشسته. ما همین پارلمان یک 10 سال دیگه هم باشه به ما چی خوی؟ جنگ را ختم کند. چی میکنیم که نو انتخاب بکنی ولی جنگ باشد، ناامنی باشد، قتل و کشتار باشد؟ فایدیش چی است؟ یک چند نفر مفتخور دیگه میآید، معاشایشان خوب حواله میشود، معاشایشان خوب حواله میشود، فقط همه فایده خواهد کرد، اما افراد فایده میکنند. خب به ما تو چی میرسد؟ وقتی که تهدید میشی، وقتی که آزادیت سلب میشود، چی خیرش هست؟ هیچ. پس این نقطه اساسی است. برین به طرف ختم جنگ که اساسی ترین نقطه افغانستان است و ما بعد از ختم جنگ با مشارکت همگی به طرف یک نظام برویم که به اساس اراده مردم، به اساس مساوات و به اساس آزادی و حریت گذاشته شد. بعد به یک پارلمان دست پیدا بکنیم که او بتانه از حقوق ما شما حمایت بکند، اراده ما شما را تمثیل بکند و مردم را در زیر چتر دین قرار بدهد و زیبا قرار بدهد. گپ اخیری مایی که ما در نظام اسلامی، در نظام اسلامی که متاسفانه گاه گاه به اساس اراده مردم که نبیاید و شورا ملزم نباشد، بعضی از حاکم ها باز خود را در جای خدا میشاند. دقیق شدین؟ خود را در جای خدا میشاند. اعوذ الله، چپات خود را چپات خدا میگوید. یک کسی را که لط میکنه، چون در جای میگه این مسند از مست، هر گپی که میکند او را پوشش دینی میده، طوری که سلب صلاحیتت میکند. مردم را فورا ایره تکفیر بکو، ایره تفسیق بکو، ایره ایکو
و به ظلم دست میبرد. یک دیکتاتوری محض میشود که اراده مردم تمثیل نمیشود. اگه چیزی بگویشه بگویی من نماینده خدا هستم، معاذ الله، خطا من نمی کنم، اشتباه نمی کنم، بدن چیزی که من میگم درست است. راه های کنترول از این نفر گم شده، از این خاطر یک نظام به نام دین ولی استبداد، دکتاتور به سر نوشت مردم حاکم که هیچ شور خورده نمیتونه مردم. شور بخوری به قتلت میرساند، بندیت میکنه، تجاوز سرت میکنه، هیچ کارم کرده نمیتونی. از این خاطر به حسم از این موضوع هم باز شوراست که فیصله میکند که ما زمینه تنافس را باید مساعد بکنیم. زمینه تنافس یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم که قبلا نظام سیاسی اسلامی تو بود که یک کس کلان میشد، و مادام العمر چی بود؟ کلان من بود. حالی نمیشود. چرا؟ با او صفات انسان های عدل را ما نمیتونیم پیدا بکنیم. بناهن حق محاسبه از پیش داریم. او باید برود برای چند سال بعد تغییر بخورد که بترسد که اگر ما کار خوب نکردم بار دیگه مردم مرا قبول نمی کند. و راهی است برای ساختن یک نظام به طرف عدالت، به طرف از اینکه دکتاتوری نباشد و یک نظام به اصطلاح شمشیر امرای خود نداشته و که هر کس را تهدید بکند. از این بترسد که محاسبهش هم میکند و بیرونش هم میکند. از این باید بترسد. ما به این کلش میگم که آره، ما چطور میتونیم که این کار را بکنیم؟ عزیزایم، دین را درست بفهمیم، دین را درست بفهمیم، اسلام عزیز خود را همه جانبه بشناسیم، معرفت ما از نصوص ما و از قضایای ما مطابق به واقع باشد. ارگاه خوب شناختیم دین را، ام به مساوات میریم، ام به حریت میریم، ام به شورا میریم و ام زعیم مسئول را و پاسخگو را پیدا میکنیم. ما امیدوار هستیم که خداوند متعال توفیق را به ما عنایت بکنه تا اسلام عزیز را بهتر و زیباتر بشناسیم. الله متعال در کشور ما امن و امان را به لطف کرمش بیارد. توفیق را خداوند متعال نصیب ما بکند که خیر را بر خود و بر جامعه خود و بر دین خود کمایی بکنیم. یک برادر ما مریض است، الله متعال صحت عاجل را نصیبش بکنه. دعا بکنیم برش که خداوند متعال به زودترین فرصت صحت را برش عنایت بکنه.